امروز میخوایم با هم یه کار جالب انجام بدیم. میخوایم بریم سایت گردی. امروز با هم میریم سایت neonbeer.com رو میریم بررسی میکنیم یا n11.com به فارسی. توی این سایت یه سایت بزرگ هستش که و مارکت پلیس هست و مانند دیجیکالا. با هم بررسی میکنیم به لحاظ ظاهری کیفیت و امکانات بقیهش رو مقایسه میکنیم و بدونیم که چه امکاناتی این سایت داره و با هم یه خورده بگردیم با هم. پس با من همراه باشیم. سلام، من حسین هستم و با تکنولوژی عشق کنید. خب میخوایم بریم راجع به سایت N11 یا نئون بیر صحبت کنیم. نئون بیر، نه که توی زبان ترکی همون نه هستش و 11 رو بهش میگن اون بیر. بعد توی ترکیه این تلفظ میشه به سایت نئون بیر. خب توی سایت نئون بیر یا N11 که من به ترکیش دیگه میگم، از این بعد میگم نئون بیر. توی سایت نئون بیر یک مارکت پلیس هستش. مارکت پلیس چیه؟ مارکت پلیس یه سایتیه که توی اون میتونن فروشنده ها و مغازه ها یا کسب و کارها و افراد عادی ثبت نام بکنن و یه پنلی در اختیارشون قرار داده میشه که بتونن محصولاتشون رو داخل سایت بفروشن. از طرف دیگه مردم میتونن به عنوان یک خریدار از کالاهای این فروشنده ها اقدام بکنن و میتونن برن داخل یک کالا و فروشنده ها رو نگاه بکنن، ببینن هر کدوم که از کالاهایی که دوست داشتن میتونن خریداری بکنن. حالا این وسط سایت از در واقع فروشنده ها یک پورسانتی رو برمی‌داره و این مقداری که برداشت میشه توی بیزنس های مختلف متفاوت هستش. خب یه تاریخچه راجع به نئون بیر بهتون بگم. این سایت برای شرکت دووشه که با سرمایه گذاری یک شرکت SK Group که مربوط به کشور کره جنوبی است راه اندازی شده. دووش در سال 1951 تأسیس شده که 180 تا شرکت داره و بیش از 35 هزار کارمند. SK Group هم در سال 1953 در کره جنوبی تأسیس شده و در 32 کشور هم سرمایه گذاری کرده. سایت نئون بیر در سال 2000 دومینش ثبت شده و در تاریخ 20 مارچ 2013 این سایت راه اندازی شده. یه آماره خیلی جالبی داره سایت نئون بیر، اینکه تا الان بیش از 17 میلیون کاربر عضو داره و 81 شهر و 21 کشور از محصولات این سایت خرید میکنن. همچنین تا الان 127 میلیون قلم کالا فروختن. این سایت به زبان ترکی هستش. خب وقتی هم ما با مرورگر کروم وارد سایت میشیم میتونیم گزینه کلیک راست و ترنسلیت تو انگلیش رو بزنیم و صفحه رو ترجمه کنیم، که وقتی من میخوام این سایت رو براتون پرزنت کنم توی اونجا راست کلیک میکنم و به سایت و به زبان انگلیسی براتون در واقع پرزنتش میکنم که بتونیم راحت بتونیم بخونیش. خب بریم صفحه اول سایت رو نگاه کنیم. در صفحه اول سایت شما لوگوی نئون بیر هست که عکس کفش دوزک هستش و سمت چپش منوها و کاتگوری ها رو داره و همچنین وسط یه اسلایدر داره که سمت راست صفحه هم شما در واقع آفایی که توی روز اتفاق میفته رو توی سایت قرار میده که اسلایدرش داره میگرده و یکی از اسلایدرها رو من انتخاب میکنم که خیلی چیز جالبی هم هستش. این که میگه ساعت هر روز ساعت 11 ما یه سری فعالیت ها داریم تو پیج اینستاگرام. جالبه بهتون میگم که این فعالیت ها رو که چون الان زمان ویروس کروناست و مردم در خانه هستن میتونه در واقع چه فعالیت هایی میگه مثلا ما داریم با هم دیگه. حالا این فعالیت ها رو با هم نگاه کنم و مثلا رندوم دارم بهتون میگم. مثلا میگه که ما توی 15 آپریل ساعت 11 مثلا میام راجع به چجوری
لاهماجون بیایم درست کنیم. لاهماجون یه غذای ترکی هستش که آموزش پخت مثلا لاهماجون میده، یا مثلا توی 14 اپریل مثلا میگه که دوباره چه کارهایی مثلا بیایم انجام بدیم با مثلا اسباب بازیامون و این داستان ها، یا مثلا روی توی 13 اپریل مثلا میگه که بیایم مثلا با بچه ها یه سری فان گیم ها داریم بازی میکنیم. و این از همین طریق و این سری بازی ها و این سری فعالیت های سوشیال داره جذب مخاطب میکنه برای اینستاگرامش، یعنی برنامه داره و برنامهش هم توی سایتش اعلام میکنه. توی صفحه اول که ما با هم منوها رو نگاه کنیم، انواع حالا منوها از لباسا، کفشا، وسایل الکترونیکی، جواهر، تیکت و قسمت مختلف هست که این وسطش باز دوباره بستلرهای بهترین فروشنده ها که تو هر کدوم که کاتگوری ها رو در واقع داره نشون میده و شما میتونید انتخاب بکنید حالا هر کدوم که از کاتگوری که دوست داشتین، و neonbeer.com سلکشن هایی که خودش دوست داشت انتخاب کنه، یه قسمت مارکتش و اینکه خودش داره انتخاب میکنه چیز جالبیه. یه قسمت پایین هم داره که میگه که مثلا شما این محصولات رو دیدین، چون من قبل این پرزنت دنبال شارژر سامسونگ بودم، به منم اینا رو نشون میده که میگه که مثلا تو قبلا این کارا رو کردی. همچنین در فوتر سایت ما درباره ما رو میبینیم، حالا پاپیولر پیج های صفحات محبوبش هستش که توی درباره ما کامل اومدن خودشون رو معرفی کردن. خب این صفحه درباره ما هستش و من از اینجا میتونم قسمت Human Resource یا برای منابع انسانیشو نگاه کنم. اگه کسی که دنبال کار میگرده این قسمت میتونه نگاه بکنه، و همچنین قسمت ورود برند ها هستش که میتونن از این Brand Protection Center که همون افرادی هن که بهشون یوزر پسورد داده میشه و عضو مارکت پلیس هن، و یه سری قوانین داره برای ممبرشیپش که میتونن اونا رو بخونن و وارد سیستم بشن، و قسمت هلپش رو میزنیم که یک دنیایی داره برای خودش و هر سوالی شما راجع به بحث بازگشت کالاتون میتونید از اینجا در واقع انجام بدین و شرایط بازگشتش چطوره و تمام اینا رو میتونید انجام بدین. که از من قسمت که من از بالا قسمت بالا میتونم صفحاتم رو انگلیسی کنم یا ترکی کنم. خب میریم به صفحه اول. توی صفحه اول من از اینجا میتونم لوکیشن و آدرسم رو انتخاب کنم، بگم مثلا من لوکیشنم کجاست و بابت طبق اون لوکیشن به من جنس ها و کالاها رو من نشون بده، اونایی که من نزدیکن یا اگر من در یک شهر دیگه هستم اونا رو من نشون ندن. و قسمت الکترونیک من خب بریم تو کجا؟ بریم توی بحث حالا کامپیوتر، توی کامپیوتر توی مودم ها میریم، اینجا میتونیم مودم ها رو نگاه بکنیم و قیمت هایی که حالا انواع مودم ها دارن. خب من میتونم دوباره بیام برم موبایل انتخاب کنم، بذاریم موبایل. خب توی موبایل انتخاب میکنم مثلا انواع قیمت های موبایل، حالا مثلا گلکسی ام 20 1200 لیره و کاتگوری ها و برند هایی که دارن، مثلا از اپل هستش، حالا گوشی های اپل هم هستن توی ترکیه و توی ترکیه قیمت اپل گرون تره که مثلا این مثلا 7400 لیر هستش. و این قسمت رو نیا کنی اجرت سیس کارگو، یعنی که این جنس کارگو تعلق نمیگیره بهش، یعنی فری براتون میارن. یه مورد هم هست در مورد کارگوها هم بهتون عرض کنم، اینکه کارگوها جدا از
در واقع مارکت پلیس هستن و وابسته نیستن. توی قسمت پایین سایت اینجا هم که حالا بحث لندینگ و اینا میتونن داشته باشن که برای SEO خیلی کمک میکنه و اینکه توضیحاتی هم دارن میدن اینجا. از سمت قسمت هم شما این فیلترهای مختلف رو دارین نگاه میکنه. این انواع برند ها رو نگاه کنین، اپل، خب این برند های دیگه سامسونگ هم نگاه کنیم اینا رو یکم، مثلا A71 هم داره 3200 لیر، یا A10 S داره 20 رو انتخاب میکنم اینم داخلش. نگاه کنین باز دوباره فری شیپینگ هست، حالا چون من ترجمه کردم سفر رو فری شیپینگ میاره و نه اونجا باید بیاره مثلا اوجتی. یک گزینه جالبی که اینجا بهتون بگم، اینجا یکی از معضلات این سایت به نظر من بحث کامپیر یعنی مقایسه نداره. اینجا رو نگاه کنین، این قسمت مثلا فروشگاهاش که مثلا انواع فروشگاهی که این کالا رو دارن میدن و حالا مثلا بعضی فری شیپینگ رو اینا هم دارن و قسمت دیتیل کامل محصول و ویژگی هاش هستش. یه قسمت هم داره پرایس تراکینگ که مثلا در چند وقت گذشته به چه صورته و در هفته گذشته یا ماه گذشته نمودار این کالا چطوری بوده. اینجا رو دقیقا دقت بکنین که در دلیوری اینفورمیشن به این فری شیپینگ زده، اگر شهر استانبول باشید شما این کالا براتون رایگان هستش و میگه که در حد اکثر در 20 اپریل در دوشنبه این میره مثلا شیپ میشه. تازه میرن یعنی چی؟ میره طرف یعنی اون کارگو، تحویل کارگو میشه یعنی در 20 اپریل. حالا باز داره بستگی به کارگو داره که این کالا رو کی برای شما بیاره. یک نکته که اینجا وجود داره اینه که به نظرم یکی از ضعف‌های حالا این سیستم، من خودم چون چندین بار خرید کردم، اینه که این کارگو از این بیزینس جدا هن. یعنی یه سری شرکت های دیگه هستن که کارگو هن و اینها میان اینا رو تحویل میدن، که خب ما تو دیجی کالا این قضیه رو نداریم و اینا در واقع وابسته هستن. وقتی کارگو باعث میشه که جدا باشه، من مجبورم که حالا یه سری اتفاقات هم میفته. مثلا من دفعه پیش یه سبد خریدم که مثلا 5 تا اقلام کالا داشت و اومد به ازای هر کدوم یکی از این کالاهایی که من در واقع دریافت میکردم از اینها به من کارگو میداد. مثلا من یه پونز گرفتم حدود 3 لیر، اما خب به این 3 لیر 10 لیرم کارگو خورد، بعد تازه این جنس منم تحویل داده نشد. خب یعنی من این وسط 13 لیر ضرر کردم دیگه. اما خب خودم رفتم باز دوباره رفتم از این مغازه دیگه رفتم گرفتم 8 لیر فکر کنم پول دادم، نه ببخشید 4 لیر پول دادم. فقط میخوام بهتون بگم که این بحث کارگوه این وسط یه خورده من خریدار رو دچار رو مشکل میکنه. یک دیگه هم به نظرم از مشکلاتی که این سیستم وجود داره اینه که ما تو دیجی کالا مثلا به اون میگن که آقا دقیقا من این ساعت و این تاریخ بهت میدم، بخصوص مثلا اگه تهران باشی بهت دقیقا رأس اون ساعت برات جنست میاد و تو برنامه ریزی میکنی که من چه ساعتی مثلا کالا رو دوست دارم تحویل بگیرم. اما اینجا نه، مثلا طرف میگه برات میارم، حالا آدرس برات میارم، حالا بیاره تحویل بده تحویل نده، فی امان الله در واقع این بحثش به نظر من. و من توی این قسمت دیجی کالا رو خیلی بیشتر قبول دارم. این قسمت بحث کامنتاش هستش که توی کامنت ها که در واقع 5 ستاره، حالا 775 تا بشتم و ریت کالا 4.5 به نسبت خوبه و نظرات مردم که به چه صورت هستش و همچنین قسمت پیمنت آپشن که چجوری میتونیم خرید بکنیم. یکی دیگه هم این کامرشیال هستش که میگه مثلا شما اینقدر خرید کنین با این کردیت کارت، در واقع حالا این کارت های
که بیزنس های دیگه هستن که مثلا فروشگاه ها و مال های بزرگ هستن که از این طریق مثلا میگه تو انقدر خرید کنی من بهت انقدر تخفیف میدم و میتونی بونوس در واقع داشته باشی و به صورت کارت هدیه بتونی استفاده بکنی. و همچنین این قسمت پایین که میگه که این کالایی که در واقع شما انتخاب کردی شبیه این کالا هم هست، اینا هم میتونی نگاه بکنی، که این بحث حالا یه جور کاتگوری بودن یک محصول هست توی یک در واقع لیست. و به فوتر سایت هم میرسیم که قسمت پایینیشه. این ریت خود فروشگاه است. من از این قسمت میتونم هر سوالی چیزی داشته باشم بابت مثلا کارگو، بابت بازگشت کالا، هر سوالی چیزی داشته باشم میتونم اینجا بپرسم و من راجع به اون پونسه پرسیدم و اینا جواب ندادن به من. پونسه منو ندادن. حتی گفته بودن تحویل دادیم به یک آقای، تحویل دادیم. من اون موقع نمیدونم کی بود اصلا. خلاصه ما تحویل نگرفتیم اون جنسو. خب من یه فروشگاه انتخاب کردم، همون سامسونگ ترکی، که توی این قسمت میتونم مثلا برم توی پنل اون صفحه فروشگاه و انواع کالاهایی که این فروشگاه داره، میزان رضایتش، میزان رضایت مردم از اون، و اینها رو میتونم نگاه بکنم، کالاهایی که دارن میتونم اینها رو ببینم. خب موافقین از اون پایین بریم یکم متفاوت بریم؟ خب غذای گربه انتخاب کنیم، بریم غذای گربه ها رو ببینیم، ببینیم چند لیرن. مثلا این غذای گربه هست 106 لیر، 92 لیر، 399 لیر. اینا همه حالا غذاهای گربه هست. این لیست مثلا غذای گربه. بعد توی استانبول به گربه ها خیلی اهمیت میدن، کلن توی ترکیه به گربه ها خیلی اهمیت میدن. خب حالا اینم بحث ممنوعیت و مزایا و معایبش هم هستش، که مثلا دایتلس ویتامین داره، مثلا رژیمی غذاش. یه غذای دیگه هم انتخاب کنیم، بریم غذای سگ هم انتخاب کنیم. میخوام بهتون بگم که توی این فروشگاه چقدر تنوع‌های محصولات مختلف هستش. خب این قضیه سک از 69 لیر، 99 تا خیلی زیاده، یعنی چندین صفحه است. دوباره اینجا هم انواع آپشن ها داره برای قضیه سک. یه دونه دیگه هم بریم انتخاب کنیم، بحث تیکت و هالیدیز، که اینجا بیت هواپیما. خب الان کروناست و همه جای دنیا الان بسته است و این داستان فعلا ادامه دارد، که حالا من یکی از این ماساژها رو انتخاب کردم، که من الان یکی از ماساژها رو انتخاب کردم. خب بریم یه دونه دیگه انتخاب کنیم، یه فروشگاه پوشاک زنونه و اسلامی. خب این لباس ها 499 لیر. ببینید من بعضی وقتا اینجوری میزنم ترجمه میشه، مثلا اون دلار خورده اون کنار، اونا دلار نیست لیرن ها. این گوگل اینجا نباید ترجمه کنه، این گوگل نباید اینجا این واحد پول رو ترجمه کنه. خب بریم طلا انتخاب کنیم، اینا دستبند طلا و ساعت. خب بریم یک گردنبند انتخاب کنیم، چه گردنبندهای خوشگلی. به به همه قیمت های مختلف داره دیگه، 3000 لیر داره، 8000 تا داره، 2000 تا داره. ببینید یه پترنی که داره اینی که پایین تمام این محصولات در واقع یک محتوایی
نوشته میشه که به هم برای SEO خیلی مهمه، هم برای توضیحات، اما خب بیشتر جنبه SEO داره. یک آپشن خیلی جالبی هم که داره، مثلا وارد یه محصول میشین، مثلا تو این محصول نگاه کنین، الان همین گلوریا گولد هرت نکلس که مثلا یه گردنبند قلب طلاییه، نگاه کنیم مثلا یکی از آپشنایی که این سایت داره جالبه، میگه که مثلا تا الان در 24 ساعت گذشته 31 نفر اومدن این محصول رو بازدید کردن. این هم یکی از آپشنایی که خیلی به نظر من توی سایت ها خیلی خوبه، برای فروش خیلی به خصوص میتونه کارا باشه. خب اینم انواع عکس ها هست، مثلا برای این گردن بند. این قسمت شیر شبکه های اجتماعیش هست که میتونین این کالا رو توی این شبکه های اجتماعی کامل برین شیرش کنین. و اینم توضیحات و دیسکریپشن ها هستش. در همچنین حالا اینا تو بحث برنامه‌نویسی میشه کی ولیو و حالا. اما خب این توضیحات کامل داده میشه و همچنین نحوه سفارش، نحوه در واقع خدمات پس از فروش این کالا به چه صورته، اینها رو جداگانه توی هر دیتیل محصول زده میشه. خب بریم صفحه اول دوباره بریم کجا؟ قسمت هدایا. این خیلی جالبه تو این هدایا، میگه که شما مثلا خانم هستین، آقا هستین، بچه هستین، یا مثلا برای مادر کودک میخواین، یا مثلا اینجا میگه که یه خانم مثلا این وسایل ها رو بیشتر نیاز داره، از ساعت و گردنبند و سفر و مثلا فلایت تیکت هم مثلا داره، یا مثلا این آقا این کالاها رو بیشتر مثلا نیاز داره، اتکلون و بیشتراشو دوباره، مثلا جوراب، چرا جوراب نداره، جوراب و اینا دیگه نیازه دیگه، اینم حالا توی ایران خریده قبلا جوراب بود، حالا بعد برای کودکان مثلا چه آفرهایی میده که مثلا دوباره اینجا به صورت تک گذاشته که میگه حالا برای کودک پسر میخوای یا فرقی نداره، یا مثلا برای مادر و بچهش، حالا مادر و بچه دختر پسر، همچنین قسمت مثلا برای کودکان، اینجا یکی از مثلا وسایلی که داره این میزو مثلا نگاه کنید، هم خیلی جالبه، حالا هم برای کودکان میشه این میزو استفاده کرد، هم برای بزرگسالان که خیلی جالب، حالا مثلا در 24 ساعت گذشته 34 نفر من دیدن، بچه حالا راحته میتونه چه میدونم لیوانش هم بذاره، لیوان شیرش رو بذاره، جامعه دادی میتونه استفاده بکنه، کتاب بذاره، یا مثلا حتی بزرگ هم میتونن استفاده کنن، بزرگترها، و خیلی خوشحال باشن از این همه کالاهایی که هست. خلاصه توی این فروشگاه همه چیز وجود داره، هر چی که شما فکرشو بکنید، حتی محصولات گردشگری هم وجود داره، یا مثلا این قسمت رنگ هایی که این کالا داره، مثلا صورتی یواش مثلا الان میتونی استفاده کنید، یا مثلا آبی و همه رنگ هایی که داره. و من سفر رو انگلیسی کنم، آبی و صورتی یواش. این هم فری شیپینگ این محصول هم. question answer داشته باشین، این پایین میتونین بپرسین و دوباره برگردیم به صفحه اول. خب مرسی که با ما همراه بودین،
و این ویدیو رو دیدیم. من در ویدیو بعدی راجع به یک تجربه خرید از 0 تا 100 براتون گزارش میکنم. البته بگم من تجربه خریدش رو ضبط کردم، آمادم هست، فقط این که چون میخوام افرادی که این ویدیو رو میبینن و اگه خوششون اومد و دوست داشتن سایت نومبی رو براشون در واقع گزارش بکنم و اون رو آپلود بکنم، این که این ویو های این پیج رو به 1000 تا برسونیم برای دوستاتون ارسال بکنید و این که اگه خوششون اومد بتونیم با هم دقیقا ویدیو بعدی رو هم داشته باشیم. مرسی از نظرات زیبا و ارزشمندتون و به اشتراک گذاری این ویدیو قشنگ. ممنون. با تکنولوژی عشق کنید.